چشم، چشم. ببین تو زبان فارسی بالاتر از چشم نداریم ها. خداحافظ. سلام. الو اومدی؟ نه آقا بودم. رفته بودم تا اینجا این. آره چی شد؟ حاضر الان میارم خدمت. به جمع جمع جلوش کن برمیگرم. چشم بیارم خدمت. تموم شد؟ کجا یه غیبت زد؟ از بالا 6 بار پیغام دادم. تلفن ناجور بودیم که اینجا آنتن نمیده. بله. نهاش. خوب به کار خودش بیناست. الان میسن بعدش اینکه کامل نیست مقیمی دیرت نشه همینطوره گیج میزنی آه بله درسته بله. این فقط پایینه نهرها بالاش هم باید آماده کنیم بله ولی کی بله. امروز کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا الان ساعت چنده تا ساعت 3:30 امروز باید همه رو تحویل بله. باشه باشه فعلا همین رو تحویل میدیم بله بله چشم بقیه‌اش تو طرح آماده کنیم من برگشتم کجا باز امروز چه خبره چه خبره؟ نه ترس ما برمیگردم. میگیرو بیری بختی رو بردی تو. خدا خودم هم حالشو نداره. ولی نتونستم بگم نه. اه؟ خبریه؟ حتما. چقدر که من وقت این کارا رو دارم. خیلی. یه رفیق قدیمی. نمیشه. یه زمانی با هم کلاس بودیم. خیلی. رفیق قدیمی هم به چه دردی میخوره جز اینکه کار بریزه سر. یه قرنی ازش خبری نی. حالا هم که زنگ زده چیه؟ کار داره آقا. کورو نظربازی چی داری میگی واسه خودت شهرستونیه احتیاج به کمک داره تو این شهرم اگه میشه کسی رو پیدا کرد ولی خیلی دلم براش سوخت همچین صداش میلرزید آها پس قرار کوری از ساکش کور دیگر باشه تو هم درس ادبیات پس میدی دیگه نه حداقل یه دور از جون یه چیزی ببین احمد من که حرفی ندارم طرفو که میشناسی یه حقوقی کنه جفتمون رو جریمه میکنه اساسی گیر نده من زود برمیگردم اینا کی شروع میکنن از تو میپرسم کور کور رو میجویه آب گذار Thank you.
که هست. بزن بری بودی بی تو بله ببخشید خانم هستن؟ اشتباه آمدی بابا جون سوسن خانم هستن؟ بله اینجا منزل خانم سوسن سرهنگی نیست؟ آخه پس من به آقای اصغر سرهنگی برادر خانم سوسن سرهنگی بگم نشونی اشتباس؟ کار چی حالا؟ پیغام دارم براشون شما کی باشی؟ ببینین من احمد مهران دوست همکلاسی سابق اصغر آقا یه ساعت پیش به من زنگ زد گفت بیام خدمت خواهرشون منم کلی کار داشتم کارو زندگیمو ول کردم اومدم اینجا حالا پیغامت چیه؟ بفرمایید ببخشین تو رو خدا دو روز خرید نرفتم نه شیرینی نه چیزی خواهش میکنم زحمت نکشین میشه بگیرین از وقتی سرم اینجوری شده از خونه بیرون نرفتم به هر کی میگم خوردم به دیوار باورش نمیشه بله لطف میکنین بگیم پرمان اونجا بیا تو دخترم ببخشین تو رو خدا این بچه هی میره تو حیات هوام سرده این بچه حواسش نیست بشنم جمعه ببخشید میشه بگیم پروانه خانم بیان پروانه رفته نفهمیدم کی رفت دیشب آخر شب اومدم جا بندازم یهو برگشتم دیدم نیست دیروز عصر اومد اینجا شما که غریبه نیستی خونه و خانواده‌اش رو ول کرده پا شده اومده اینجا بزرگ شده بود ماشاءالله یه 5-6 سالی میشه ندیده بودمش مادر به هم گفت میادش گفت آقا جون داره دیوونه میشه حالش بد بود همینجا نشسته بود آخه دیشب سر شام یه اوقات تلخی پیش اومد بابای بچه‌ها یه وقت یه چیزی میگه دیگه من نرسیده بودم برم مرغ بگیرم اینم عاشق مرغه گفت چه صرفه جویی زود شروع کردی من چیشا جواب میده الان بیا اینجا بابا جون بیا تو بشین سرده بشین اینجا بشین سرما خورده دو سه روز خونه مونده کار میکنه خدا رو شکر که پول بخوره نمیری گیرم و میاد امروز صبح مادر به هم زنگ من یعنی به اون خودش به هم زنگ زد صدای تلفن میشنوم میگم مادره تلفن خجالت میکشم چه کنم عرق میشینه به پیشونیم گفتم مادر روم سیاه نتونستم کاری بکنم نتونستم پیش خودم نگهش دارم حالا ولی از شما میخوام شما اگه میتونی بهش کمک کنی جای برادرشین شما تا حالا منو ندیده بودی ولی من شما رو یادمه میمدیم با اصغر درس بخونین تو اتاق صدای خندتون برا بود نشونی همه پریو دارین دیگه؟ بله دارم اینجاست خب پیغامتون که دادین من هم که موزمتون نشتم درسته؟ از یه هم که شدی؟ باشه باشه
خیلی. کار میکنی بابا واسه چی خط ویژه میاد؟ چهار خرچه اومدن؟ چهار تا یه بچه و دو تا خانوم و خودش یه بارم ما این مجله داریم نمیدیم اگه برو مبلغ آخه اینجا که تابلو داره خانوم بگو 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 یه این وقت بگو یه این وقت بگو یه این نشکریم اونجا سر میز میذاریم میز خش نیفته اونم مواظب باش اون فرش هم میشم آقا این پانسیون میدونی کجاست؟ کدوم پانسیون؟ نمیدونم آقا نمیشناسم فقط میز خش نیفته میدونم نمیخوام بگم برو پیپرت آقا نیست داداش یه لحظه تشریفی بفرم ببین داداش همین مستقیم میری اون کوچه خورم هست ولی انتهای کوچه یه ساختمون سفید در قهوه‌ای همونجاست بس شما در بس بفرم این هم بذار والا دست در کسی دنبالت نکرد که هم؟ نیست که تابلو ندارم آخه زنگ زده دادم جلاش بدم آره این بعدم میاد از این آدم های سیگاری پات بذاروش همه فکر میکنن پله بالا رفتنی سخته اما برعکسه اگه همت هی دیشب کجا بودی؟ همت داشته باشی بالا رفتنش کاری نداره که فوق فوقش اینه که سرت گیج میره عصا میگیری هست آره صبح سرم گیج میره میگن مال چیزه بی خود میگن مال آلودگیه حساسیته میدونی آدمایی که سرشون گیج نمیره حساس نیستن طبقه بالاست میخوای پروانه رو ببینی دیگه بیا بیا جوان بیا تو وسط تعریف کن قصهشو که اصلا نمیدونی چیه باباش یک آدمیه زورگو سختگیر کله خشک عصبی و پول دوست برادرم ها از یه پدر مادری ولی خب اونجوریه دیگه خب حق داره دختره منم بودم در میرفتم یه وقت دیدم برادر زاده که تا حالا ندیدمش یهو کله سر پیدا شد مهی بیا این قبضاتو بگی چرا قبضات سه تاست قبض سومی رو کی گرفتی پدر سوخت ما نفهمیدیم ها این خط ویژه است آره آره کوشو تو چته زلیل مرده همش توی هرت کرت است ببینم آخه شما ببین بخوان شوهرت بدن به یه آدمی که از تو بزرگتر خیلی به جهنم ریخت و قیافم نداره به درک شوله کمش کن اخلاقم نداره آخه ولی چی پول داره تا دلت بخواد ملک و املاک داره یه عالمه ای تو سرت بخوره شوله بیا اینا رو جمع کن دیشب تا الان اینجا مونده آخه با بابا معامله میکنی پس من چی یه قرونش تو جیب برادرزاده من میره نه پدری باید به فکر دخترت باشی سرمایت نیست که باش معامله کنی که
حالا برعکس اون من اینجوری دارم به من دادیم همه میگن عمه شما چقدر مهربونی میگن شما کیف سوراخه بی خودی نیست که چند سالی میشه در این قضیه تلفن پیغام رابطه قطع هیچ رابطه هیچ الان پروانه خانم اینجاستی؟ خودتونه جمع جور کنیم این نامه ببینیم مال کیه مال توی مال لیداست اینجا نور نیست که این پرده رو بزن کنار خوادم یه ذره نور بیاد توی این اتاق چه خبر اول صبح لنگ زوره یا این مال توه بخواب بگی بکن این مال توه دیگه بیا اوه چته خودتو کشتی بگی گوشتو بیا بگم اینجاست پروانه خانوم نگران پروانه ای بیا نشونه بدم بیا پله پایین اومدنی سخته شما حالا جوانی ولی میبینی یه وقت به حرف من میرسی زندگی هم همینه اینجا اتاق پروانه است میبینی چقدر قشنگه حیف طاقت نیفرد که پنجرم داره میخوای منظرشو ببینی بیا جوون بیا ببین چقدر قشنگه به 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 چه باصفاست بیا دیگه من حاضر بودم همه کار و زندگیمو ول کنم بشینم چارچشی مراقبش باشم میدونی اینجا همه جور آدم میره و میاد میفهمی که ولی هر کاریش کردم نمون در رب شما اگه دیدیش ازش بپرس چرا؟ آخه میدونی دیشبم اینجا خیلی شلوغ بود میفهمی که شاید بچه اذیت شده میخواد درس بخونه گنگور بده نه این دو قلوش چقدر درس چقدر کنگور آدم اول باید کنکور زندگی بده بعد آقا محترم این بچه اینقدر هولد بود یادش رفت که اینو ببره حتما لازمش میشه دیدیش بهش بده من بعید میدونم پروانه دوباره برگرده اینجا این چیه؟ من از کجا بدونم من که توشو نگاه نکردم که من از چی باید بترسم ها؟ من پروندم پاک خب اگه مجوز پانسیون تموم شده من تمدیدش میکنم دوباره اگرم که اعتبارش تموم شده که ربطی به نیرو انتظامی نداره که از فر باید داشته باشه از فر برو بالا دیگه برو دیگه از فر خانم چی شده؟ چه خبره؟ چی؟ ها
دختر فراری رو چرا من باید جوابشو بدم ها؟ هیچی نیست، نه ترس، برو تو دوست اینجا وایسادی، برو دیگه، هر کی فرار کرده خودشم بیا جوابشو بده. بچی وایسادی برو دیگه، پدر چشمم روشن دیر آمدی ای نگار سرمز در میری جوون. من آخه واسه چی باید درم؟ من چی کار کردم؟ من خاک بر سر. آره ولی آخه چی کار کنم، گیر افتادم، پدرم در اومده، اصلا نمیدونستم. الو 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 قطع شد. آره آره میدونم تو رو انداختم تو زحمت، ولی یه کاریش بکن دیگه، یه نشونی بیشتر. الو الو بابا باقی می جان، میگم یه نشونی بیشتر نمونده، گفتم که یه نشونی بیشتر نمونده. گیر افتادم به خدا. میگم تو که انقدر اهل شعر و ادبی، یه ضرب المثل در مورد کویر بلدی؟ درباره آدمی که گیر کرده تو کویر؟ نیم ساعت زودتر اگه اومده بودین میدیدینش، رفت بیرون یه خریدی بکنه، یکم کاراشو راست‌وریز کنه و برگرده. این طفلک از همون سال اول دبیرستان معلوم بود که دختر با استعدادیه، ولی خب خیلی شرایط تمرکز روی درس و مدرسه رو نداشت. گفتم من کمکت میکنم تو کنکور قبول بشی، ولی نه هر رشته‌ای، همون رشته‌ای که دوست داری، رشته‌ای که از دل جون بهش علاقه داری. یه دو سه سالی پشت کنکور مونده، حالا امسال ان شاءالله ببینیم چی میشه. اتفاقا خیلی وقت خوبی اومد پیش من، چون تو این دو سالی که منتقل شدم تهران تقریبا خوب جا افتادم. بهش گفتم اگه با من درس بخونی تضمینیه، ولی بدون چشم داشت، یعنی اصلا هیچی. حالا پیغامتون چی هست؟ من تا رسید اینجا با مامانش حرف زدم. حالا ترجیح میدادم به خودشون بگم، ولی ببخشید خانم، منم یه مقداری یه لحظه خیلی عذر میخوام. خیلی این کار نداشته باشه، تو اینو حل کن، تو هم اینو، ده دقیقه بیشتر وقت نداری. ببخشید، فکر کنم مجبورم به خودتون بگم، من باید زودتر برگردم سر کارم. راستش امروز اصغر برادر پروانه زنگ زد، گفت مثل این که پروانه دیروز ول کرده بدون اطلاع خانوادش اومده تهران، باباشم فهمیده و قشقرق به پا کرده. اینه که به من گفت هر طور شده پیداش کنم بفرستمش سر خونه زندگیش. عجب، باورم نمیشه. برای چی؟ من دیدم این صبح که اومد اینجا خورده رنگ و روش پریده بود. یه آقای مهران هستم. پروانه باید الان دیگه پیداش بشه، یکم تعامل کنین، اومده بهتر خودش باشه با خودش حرف بزنی. بفرمایید.
این محیط یا مساحته؟ محیط لوزی حواس تو جمع نمی کنی بزن حالا می بینم بزن ببینی من معلم ریاضیشم معلم زندگیش که نیستم این خیلی مسئولیت سنگینیه من نمیتونم مسئولیت اخلاقیشو قبول کنم منم متاسفانه بیشتر از این نمیتونم معطل بشم همینجوری هم کلی به همکارم بدهکار شدم ببینید این تلفن‌ها و نشونی محل کارمه بگین حتما با من تماس بگیره باشه ممنونم اینا رو داشت یادم میرفت اینا رو هم مثل که خونه عمش جا گذاشته شناسنامه و این دوستا میخوایم پیش شما بمونم نه با مدارک شناسایی شوخی نمیشه کرد پیش خودتون باشه من نمیتونم مسئولیت قبول کنم باشه ممنون اول مشکل تو با خانوادت حل کن بعد پاشو بیا اینجا صبح که من با مامانت حرف زدم همه چی خوب بود ظاهرن مشکلی نبود تا این آقا پیدا شد کیه این آقا؟ نماینده برادرته وکیل خانواده است حالا هرکی من چیزی ازت خواستم کاری ازت خواستم یه اتاق بهت دادم گفتم بیا بشین اینجا درستو بخون برای چی از خونه فرار کردی؟ گیرم اصلا برای خوشگذرونی هم نیومده باشی چه خوشگذرونی؟ نمیشه اول خانواده بعد درس آخه شما که نمیدونی من تو چه وضعیتی هم توضیحش سخته با بابام هم که نمیشه حرف زد نه او اجازه میده نه من میتونم یه راهی پیدا کن باش حرف بزن با خودش نمیتونی حرف بزنی با وکیلشون حرف بزن این آقای مهران احمد مهران به نظر میشد باش حرف بزنی شناسنامه و مدارک شناساییت هم مثل که دستش خونه احمد جا گذاشته بودی پس دیگه باید حتما این آقا رو پیدا کنم نه فقط برای شناسنامه برای اینکه بتونی مشکلتو با خانوادت حل کنی یه بارو بگین داری منو بیرون میکنی دیگه اصلا همچی چیزی نیست این اتاق مال توه بی چشم داشت بی منت من میدونم چرا داداشم یه آقا رو فرستاده اینجا خودش روش نمیشده بعد بهانه میاره زنم پا به ماهه کجا پا به ماهه خجالت میکشه با من چش تو چشه چه برسه به یکی بخواد حرف بزنه شما نمیدونی من چی دارم فرار میکنم از یه مصیبت از یه
دختر جون کتاب جواب نمیده. خوشو در رو. ممنون. من چرا باید در برم؟ سرهنگی، اسخر سرهنگی. ببخشید خانم، عجله دارم، میتونم زنگ بزنم؟ میتونم از کارتتون استفاده کنم؟ فایده ای نداره. جواب آورم زنگ زدن نداره. مرسی خانم، خدا روشون خودشون رسیدن. چه معلومه چی میخواد بگه؟ اول خانواده، بعد درس. تلفن فایده نداره، بعد حتما پیداش کنم. بیا بالا، بیا بالا، بیا. مراقب باشی. آروم بذاری. خطرناکیه، بیشتر مراقب باشی. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. خدا این شماره منه. چه آسمونه. از ابرهای ارغوانی که اینو پتک می‌خوره تو سر آدم.
ببخشید. کسی اینجا نیست؟ شرمنده که نتونستیم بریم. خب ببخشید به خدا داشتیم میامدم پیش سر مدونش روش مرا مامورا گرفت فامیدی گفت که برگه اقامت داره. ببخشید اینجا به من آدرس دفتر نقشه کشی دادن. اینجا رفتن نقشه کشی دو سه روزه. خب بعد رفتیم اردوگاه مرا گفت که برگه اقامت تو بده شماره که چیز بچه ها رو داشتن. ببخشید شما نمیدونید کجا رفتن آدرسی چیزی؟ دکان فتوکپی بعد بفهمم. خب بعد گرفتم برگه منو رفتم چیز بردم منو اردوگاه. اردوگاه که بردم میشه صحبتون تموم شد یه زنگ با موبایلتون بزنم. خب وقتی که رفتم برگه که خواستم نداشتم پیشم بهشون گفتم چه زنگ بزنم به یکی از دوستان برام بیاره. خب تا خواستم زنگ بزنم دو سه روزی منو نگه داشتم شرمنده خلاصه نتونستم بیام پیشت. بعدی که چیز پیسه که سر حساب کار قبلی مانده اما را برو بگی من نمیتونم. خب دستم بند است تا بخوام بیم سه چهار روزی انشاءالله پیدا میشه. ببین تو برو دنبال او کارا. خب به چیز کنم من کارت مارت ردیف میکنم هر موقع که برم کارت اقامت چی اصلی داد. ببخشید آقا تا میدون شاپور چقدر میشه؟ ای بابا در بس نمیخواد دخترم میره همین خیابون بغل خط راهن صف داره شلوغ هست عوضش ترافیک خیابونه دیگر هم نداره صاف میرسونت به مقصد خیالت هم راحت باشه. اینجا اینقدر مردم گرفتارن نه وقتشو دارن نه حالشو که بخوام به شما گیر بدم. چشم. بیا در و واکو ما بریم بابا نخواستیم بیا در و واکو ما بریم. آقا فراد درا رو بزن هر کی میخواد پیاده شه. بابا وقت کاریم شافر میده آقا.
وای یا فاطمه زهرا. وای احمد؟ احمد کیه؟ احمد نداریم چرا بابا احمد مهرانی؟ جز لیست تصویه تا دیروز همکارتون بوده اینجا پشت یه میز میشستین برای چه میدونم دوزار عرق میریخته حالا احمد کیه؟ خب ببخشید جلو را بایستید آقا مرتضی مثل اینکه بازرس اومده بازرس اومده باب اونم چه باب بازرس ها خیلی بامزه آره جانم پروانه خانومه شما پروانه خانومه دیگه احمد آقا با من تماس گرفت گفت به شما بگم که اولا موبایلشو دزدیدن بعدم امشب گفت یا تو این آژانسم یا خونه اینم آدرساشه گفتم آخه چه جوری موبایلتو دزدیدن موبایلت تو کیفت بوده یا تو جیبت بوده تو کیفت بوده کیف زیپ داره یا سگک اگه زیپ داره زیپشو کشیده بوده یا باز بود اگه کشیده بودی که کارش خیلی سخت بوده ممنون یعنی خیلی باید ماهر باشه من یه رو بیست هست من دست میشید میگی بابا هر برکی میزنی من یه سر دیده باشه حالا چرا سر سر باشه 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 بله آقا آقا اونجا چه خبره؟ بله چهار و دوم یه لحظه گوشی رفت آقا یه مقدار آمتا آقا نمیشتم چی میگه یه لحظه صبر کنید پروا خانم دیگه بله اگه شما میدونید من کیم منم میدونم پیغام چیه زنگ زده گفته اگه آژانس نبودم برم خونش احمد آقا نیست مگه به شما تلفن نکرده نه مگه ندیدی زمینو کندن میخوان کابل برگردون کنه تلفن خونه قطعه دخترم خیز شدی سرما میخوری یا بیا بریم بیا دختر گریه انواع و اقسام داری یا از قصه و غمه یا از حرص و غیظه یا به خاطر از دست دادن عزیزیه یا به خاطر حسرت سالهای از دست رفته عمره بیا مادر بیا اینجا خودتو یه ذره گرم کن به خودت مسلط باش ولی من مطمئنم مال تو از خستگی بیا بشی ما که تو این شهر زندگی میکنیم هممون یه پاشدی متخصص بچه اصلا خودخواه بهت بر نخوره ها کم و زیاد داره اما استثنا نداره تا وقتی بچه باید بهشون برسی خدمت کنی فقط ازت میخوام دستشون نوشه جان همچین که بزرگ شدن تنهات میذارن و میرن سی زندگی خودشون اصلا فراموشت بکنه میشه همون داستانه قبرستون و خدا داده باغ و گلستون البته تقصیری هم ندارن و زندگی ها سخت‌تر شد بازم خدا رو شکر
شوهر خدا بیامرزه میخونه رو بر من گذاشت. بعد خودش رفت. از اجاریه یه اتاقش خرج یه لقمه در میاد. الان احمد آقا تقریبا یه سالی هست که یه سال و نیمه تقریبا که اینجا مستاجر منه. الحمدلله پسر خیلی آروم و بی‌درد سری هم هست. پاش عزیزم. پاش بیا یه شام مختصری درست کردم با هم بخوری. انشالله الان سرکله احمدم پیدا میشه. اینم که هنو بس نشد. امشب چند شنبه هست؟ ها. شبای زوجه که احمد ممکنه یه سر بر شام بتونه بیاد خونه و برگرده. اتفاقی دیگه. شاید هم اومد. بکش بر خوده. طوری شده؟ بریز بیرون؟ سفره دلتو باز کن، ماده غم غصتو بگو. بذار سبک بشی. برای کسی که نه قبلا دیدیش، نه بعدا قراره ببینیش. یه آدمی که سنگ صبور. اگه بابام و داداشم یه جا غیرت داشتن، اینقدر به فکر مال و اموال نبودن، هیچ وقت منو با اون خواستگار کثافت تنها نمیذاشتن که اونم به خودش اجازه بده پاش گلیمش دراز تر کنه. بخواد آروم باش عزیز من، آروم باش. تو اسرار تو به من گفتی، اما اینا رو پل هیچ مردی نگی. یا چون اگه آدم خوبی باشه که تجسم این لحظه یه عمر عذابش میده، اگر هم آدم بدی باشه اصلا چرا باید اینا رو بدونه؟ چون بعدا میخواد ازت سوء استفاده کنه. اسرار من خانواده منن. مادرم میگه پاره تنشم، همش قربون صدقه هم میره، ولی چه فایده؟ خانواده‌ای که من دوست دارم، خانواده‌ای که بهش احترام میذارم کدومه؟ مادرم که بعض شما نباشه نازنین ترین زن دنیاست، یا داداش بزرگم که هر وقت بعد به دادم برسه نیست، یا بابام که همه فکر و ذهنش رو هزار متر زمینیه که یارو بهش وعده داده، تازه اون نشه با یکی دیگه معامله میکنه. خانواده من مادر و داداش کوچیکم، نه خانواده ای که منو به پول میفروشه که میخوام مثلا سر به تنش نباشه. دخترم تو خودت همشو گفتی، درستم گفتی. خانواده تو اونیه که هوا تو داشته باشه، نه اونی که تو رو میفروشه. منتها خب من نمیگم به تو چی کار بکن چی کار نکن. تو هزار مشاله الان بر خودت یه پا خانومی. فقط میگم مراقب باش، کار خطرناک نکن. هر قدمی میخوای ورداری حواستو جمع کن، زیر باد زفت باشه. الانم با من تعارف نکن. اینجا عین خونه خودت. تا زمانی که کارات سر سامون بگیره میتونی همینجا پیش من بمونی. حالا یه چیزی بخور، بذار یه ذره جون بگیری. بیا عزیزم، بیا بریم نشونت بدم. فکر نکنی من جا کم دارم، جوون خودساخته ایه. بنده خدا همه خانواده‌اش حد دست داده الا یه خواهر جوون که اونم از خودش یکی دو سال کوچیک‌تره. اونم طفلک بستریه توی آسایشگاه روانی، اونجاست، اتاق احمد اون بالاست. ببین من اصلا عادت ندارم زیاد به کسی توصیه کنم، ولی الان یه هویی فکر بکری زد به سرم. به نظر من با این وضعیت که تو داری یا بهترین کاری که میتونی بکنی ازدواجی. اجازه بدید. مادر دست درد نکنم. اینجا بندازم؟ بنداز اینجا بدم. اون سر دو شکل. وقتی ازدواج کنی مثل که یه بار سنگینی از دوشت برداشته میشه. خیلی راحت تر میتونی به همه کارات سر سامون بدی، درس تو بخونی، تصمیم گیری بکنی، خلاصه همه چی. برای این کارم مطمئن باش هیچکی بهتر از احمد آقای خودمون نیست. جدی میگم. نه شما منو میشناسی نه احمد آقا، نه من شما ها رو. اصلا ما هنوز همدیگر ندیدیم، بعدم من تو وضعیتی نیستم که بخوام. میبینیش، من که خودم تو رو تایید میکنم.
آدمی که درد و رنج کشیده ها اصلا آدم خوب از نگاهش پیداست. احمدم پسر خوبی. فکر میکنی چرا یه جوون تک و تنها از صبح تا صبح یک کله جون میکنه کار میکنه؟ مگه خرج اجاره خونه و خورد و خوراکش چقدر میشه؟ دلش میخواست حالا که نمیتونه خواهرش رو پیش خودش نگه داره لااقل یه جای ترتمیز آبرومندی بذارتش. خب جای آبرومند خرج داره. برای همین بنده خدا سال آخر دانشگاهشو ول کرد. از صبح تا شب چسبیده به کار. من که میگم شوهرت باید چند سال از خودت بزرگتر باشه. فقط بدیش اینه که بعد از ازدواج دیگه نمیتونی با من درد دل کنی. احمد آقا دیشب اومد خونه ببینه شما خبری شده یا نه. شما خواب بودی، یه کمی خیالش راحت شد، گفت فردا صبح برمیگرده. صبح میاد یه دو لقمه صبحانه میخوره، یه دو ساعت میخوابه که دوباره بره سر کارش. این پف دور چشش از چیه؟ بنده خدا خواب درست حسابی نداره که. صبحانه هم عاشق سنگک. شما چرا؟ من میرم. پروانه، پروانه، خودش احمد. Thank you.
چرا یه دونه؟ تلفنت پیدا شد؟ نه بابا، قرضیه. از یکی از همکارام گرفتم. خب حالا که تلفن داری زنگ بزن به داداش نازنینم که چقدرم نگرانم. من چرا بزنم؟ خودت دستی به مقصد بهش بگو. فکر میکنن اومدم تهران برم پارتی، برم کافی شاپ. درسته که اونجا مثل اینجا امکانات نیست، کمه، ولی اصلا مسئله چیزا نیست. آدم برای که پیشرفت کنه باید درس بخونه. خانواده که کمکی نکرده، کمکی یه آدم یه آدم غریبه هم نمیخوام، اونم یه همچی حیوانی. نمیذارن درس بخونم، نمیذارن مستقل بشم. میخوان منو شوهر بدم به یه مرتیکه عوضی، برای اینکه زمین و ملک و املاک زیاد داره، چون بابام چشش به زمیناش. اشکال نداره بخواب، من برای خودم میگم. مادرم که کاری از دستش بر نمیاد، اصغرم که هیچی. بهترین کار برای آدم بی خاصیت اینه که مسئولیتشو بندازه گردن یکی دیگه. تازه کاش فقط همین بود. اگه شهر خودتون بده اینجا دیگه هیچی، واویلاس، یعنی واویلایی. اونجا بالاخره شهرته، خونوادته، چه میدونم دستت بازتره. میخوای چی کار کنی؟ خودتو از چاله بندازی تو چاه؟ تو فقط یه سوال منو جواب بده، چجوری میخوای خرج خودتو دراری؟ مگه به این راحتی تو این شهر کار گیر میاد؟ بفهم خانم کجا؟
چی شد خانم؟ کجا تشریف برید؟ تهران. تهران؟ حالتون خوش نیست؟ ببخشید. اگه تو میتونی توی چاه زندگی کنی منم میتونم. اگه تو میتونی توی شهر کار کنی منم میتونم. فکری نمیدونم چرا دانشگاه تو نصف کارو ول کردی. فکری نمیدونم چرا از صبح تا شب کار میکنی جون میکنی. خیلی خوب اجازه بده. به همین سادگی هم نیست. من توی شهر میمونم. در مورد زندگی خودم هم خودم تصمیم میگیرم. به هیچ کس هم اجازه نمیدم بهم بگه چیکار بکن چیکار نکن. خیالت راحت، خلافم نمیکنم. به کمک هیچ کس هم احتیاج ندارم. نه خانواده‌ام نه تو. جواب خانواده تو چی میدی؟ جواب اصغر رو. او اگه غیرت داشت تو رو نمیفرستاد دنبال من. تو رو خدا نگو چون زنش پا به ماه. اینا همش بهانه است. پروانه. چیا؟ اینجا چه؟ برو مادر. هلی دوره بگردون مادر. حالا خوبه؟ آره خوبه. مره چه پاشه دون مادر خوبه؟ درد و بلا تو سرم بخور. مادر تو خوبی؟ خوبم. هلی دوره بگردون مادر. حالت خوبه؟ براتون چایی بگیرم یا اونم آوردین؟ دست شما درد نکنه. قربونت برم ننه. میخوایی چیکار کنی تو این شهر؟ چی میخوایی تو این شهر بیدره پیکر؟ اونم یه دختر قریب تک و تنها. به فکر ما نیستی، به فکر خودت باش. کجا میخوایی بمونی؟ پیش کی؟ با کی؟ خرج زندگی تو از کجا میاری؟ با کدوم کار؟ به خدا آدمای زبر و زرنگش تو این شهر توش موندن. شما میخوایی چیزی بگی؟ نه دیگه، همه سوالای اساسی رو شما پرسیدین.